پس از اینکه طنزخوانی با موسیقی ایرانی ثبت ملی شد و در فهرست میراث فرهنگی قرار گرفت و در همین فروردین ماه یکی دو ماه پیش به 32 استان ابلاغ شد این موضوع، اتفاقی که پس از ده ها سال روی داده، شنیدیم که آقای دکتر علیرضا امینی، موسیقیدان، پژوهشگر موسیقی، آهنگساز و نوازنده موسیقی که پرآوازه است در این زمینه و فعال هست، همیشه دنباله کار گرفته و قرار هست که در این مورد کنسرت هایی هم برگزار بکنه، مثل کنسرت های موسیقی های کافه‌ای. و به همین مناسبت امروز مهمان برنامه ماست، دعوت ما را قبول کردن، لطف کردن، دعوت ما را قبول کردن. در این مورد میخوام که توضیحات بیشتری به ما بدن. آقای دکتر امینی خیلی خوش آمدید. سلام. خیلی سریع شما دنبال این کارا رو میگیرید. یه تازه اسفند تصویب شد، تازه فروردین ابلاغ شد. شما الان در خودتون آماده کردین برای برگزاری کنسرت. البته این همه انرژی را کجا میگیرید؟ از لطف شما. عشق به شما، به موسیقی ستودنید. شما بزرگوار هستید. ممنون از شما که توجه به موضوعات مهم فرهنگی دارید. موسیقی طنز، من از سال حدود سالهای 80-81 این پژوهش رو شروع کردم و پیشینه‌ای در حدود 110-120 سال از آثار مضبوط موسیقی رو پیش رو داشتم که بالغ بر 200 اثر طنز رو جمع کردم و خودم هم نزدیک 50 اثر دیگه ساختم در این مجموعه. و ثبت این مجموعه بعد از چند اجرا اتفاق افتاد، یعنی زمانی که ما در سال 95-96 بازسازی و باز اجرای آثار طنز رو در قالب یک کنسرت نمایش طنز به اسم خانم آقا شروع کردیم و اینو من، خانومم و دوستم سعید اومرشی روی صحنه بردیم با جمعی از بچهای موسیقی، من تصمیم گرفتم کار رو ثبت ملی بکنم. اثر رو به سازمان میراث فرهنگی معرفی کردم و مورد موافقت قرار گرفت و این اثر به عنوان میراث فرهنگی ناملموس در لیست آثار فرهنگی قرار گرفت. یعنی الان همونجور که آواز اصیل ایرانی ثبت ملی داره، طنزخوانی هم ثبت ملی داره، همونجور که مینیاتور ایرانی یا خط شکسته ایرانی ثبت ملی داره، طنزخوانی با موسیقی اصیل ایرانی هم اینا به همت تلاش شما اختیاره. خواهش می‌کنم. برعکس ببینید، تلاشی که از اولین رگه ها از اساتیدی مثل ودیزاده ها و پرویز خطیبی ها و مهرتاش ها و صبا ها شروع شد، غلامرضا روحانی شاعر و بسیاری از این دوستان این کار رو شروع کردن و تا امروز این اتفاق افتاد و من تلاش کردم فقط این مجموعه رو، اون ضربه نهایی رو بزنم و تبدیلش بکنم به یک اثر فرهنگی ملی. و یه کاری که شما کردین پس از 110 سال واقعا ستودنی، من خواهش میکنم، لطف کاری کردین که دیگه الان جدیست، الان دیگه همه میتونن اولا که توجه میکنن و اصلا ارائهش دیگه شد، دیگه قانونیست. بله، دیگه یک اثر فرهنگی بزرگی کردید. خب. مشکل مجوزی دیگه نداره، دوستان میتونن با آثار خوب، کارهای خوب روی صحنه ببرن. این نکته رو یادمون نره. ببین، زمانی که بزرگان ما، مشاهیر ما مثل استاد ولیزاده یکی پول خلوص و گلپون نعنا پونه رو ساختن، زمانی که پرویز خطیبی ها اومدن برای روح مردم، برای جامعه مردم، با ابتدایی ترین اتفاقات اجتماعی، مثلا فرض کنیم شما استاد پرویز خطیبی کار ساخته به نام خرید کردن خانم ها. بشنویمش. اونقدر میکنه خانوم من مرافع با من تا که تقدیم کنم قیمت یک بلیز و دامن، میکنه توی چشمم شب و روز سون و چوب صاف، واسه چی؟ واسه یک دست چش خز یک کت سنجا. خنداندن مردم هنر است. این شما گفتید. بله. خب. و دارین این کاری میکنید. ببین، درست خنداندن مردم. درست خنداندن. خیلی ما الان دو دهه است که موسیقی طنز ما، ادبیات طنز ما، سینمای طنز ما، نمایش طنز ما تبدیل به حجب شده. بله. دیگه با ادب، الفاظ رکیک توهین کردن، همه اینها دارن مردم رو به زور میخندن. خب حالا بفرمایید چند تا کنسرت آماده کردید؟ ما تا به امروز 5 اجرا که برگزار شده. اجرا کردین؟ بله، از سال 96 ما کنسرت نمایش کردیم. نه، 96 قابل قبول نیست. الان از این پس از اینکه بعد از ثبت، بله، بعد از ثبت تا الان دو اجرا انجام شده. یه مجموعهش که آماده نشر کنسرت در یک مثلا صفحه مجازی تا تیر و مرداد روی صحنه میره ان شاء الله، و مجموعه را ما آماده کردیم برای بعد از محرم سفر که ان شاء الله با همکاری دفاتر موسیقی اداره ارشاد، بنیاد رودکی و خیلی از مجموعه دیگه ان شاء الله بتونیم اجراش بکنیم تو اون صورت. الان با طنزخوان یا طنز پرداز خوب تو موسیقی داریم؟ نه دیگه، بعد از مثلا پرویز خطیبی و نداریم دیگه. بعد از مرتضی احمدی واقعا دیگه کسی نیست که بتونه. بعد از مرتضی احمدی که فوت کرد، یعنی واقعا بعد از استاد مرتضی احمدی نداریم. نمیشه دیگه، عاشق نمیشم، همینجا کشته میشم.
قاطی آشتشته میشم، انار تاخچه میشم، میافتم پاره میشم. آی مرزه مرزه مرزه، آی مرزه مرزه مرزه، زیر زانوهام میلرزه. کی تو را قشنگت کرده؟ کی تو را قشنگت کرده؟ مست و ملنگت کرده، خوشاب و رنگت کرده، مادر لوندت کرده. شاید اقدامی که شما کردید موجب بشه که جوانها توجه بکنن. بله، بعضی از خواننده‌ها این کارو کردن. ببینید به شما بگم، شما خودتون گفتید 50 تا اثر شما آفریدید. بله، خلق کردم، ساختم، سرودم آهنگش. مثال بزنم برای ما، یه روز منزل من داشتیم سر همین تئاتر یه صحنه رو با خانومم صحبت می‌کردم که اصلا نمایشنامه خانومم برای من نوشت. یه موضوعی گفت این کارو بکنیم، گفتم نمی‌کنم. گفت چرا؟ گفتم مال خودمه، نمی‌خوام بکنم. گفت چرا؟ گفتم به خودم مربوطه. همین شوخی توی خونه یهو باعث شد من تو ذهنم یه اثری ساختم به اسم به خودم مربوطه که تو این تئاتر جوش کردم. یه مثالی برات دارم الان میخونمش اصلا براتون، بعد شاید حسش بد نباشه. بخونید برای میگه این که عاشقت شدم، این که تو خوب منی، این که دل واپستم، این که محبوب منی، به خودم مربوطه، به خودم مربوطه، به خودم مربوطه. خب من چقدر زور بزنم تا به یک مخاطب همایون یاد بدم؟ اون که میگن این روزا سهم روزگارمی، اون که هر جا پر شده تو فقط نگارمی، بوته به خودم مربوطه، به خودم مربوطه. و اکنون میپردازیم به مطالب سر صفحه. این روزا بگو مگویا و گفتگوها به کاندیداهای ریاست جمهوری داغ و خبرگزاری ها مرتباً از داوطلبان ریاست جمهوری یا انتخابات مطالبی رو نقل میکنن و ما مطلب آقای محسن مهرعلی‌زاده رو خطاب به آقای رئیسی بول گرفتیم به قول جوانها، اون رو نقد میکنیم من براتون که ایشون گفته آقای رئیسی حالا که با مردم مهربان شده اید دستور بدهید که فیلترینگ حذف شود. من فکر میکنم همه باید پی این حرف آقای مهرعلی‌زاده رو بگیرن و آقای رئیسی رو تشویق میکنن حالا که مهربان شدن با مردم و رأی میخواهند فیلترینگ رو بردارن. خیلی مایه دردسر برای همه، خصوصا برای ما رسانه‌ای ها خیلی مایه دردسر و خلاصه اتفاق خوبی است اگر اتفاق بیفته. اما سازمان غذا و دارو اعلام کرده که محموله جدید چند میلیونی واکسن در راه است. این خبر خوبی بوده برای اینکه خیلی ها نگران بودن، اونایی که دوز اول زده بودن فکر کردن که دیگر نیست و دوز دوم به اونها نمیرسه و لنگ میشن و خلاصه آشفته شده بودن. خبری که رسید خبر خوبی بوده. دو سوم تقاضا از بازار مسکن گویا این روزها خارج شده. خبرهای رسیده میگوید سفته بازان به عنوان دسته غالب در بازار املاک 77% معاملات را به خودشون اختصاص دادند، دست کم تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری دست نگه داشتند. خب این خیلی، اولا که سفته بازان 77% معاملات در دست دارن که معمولا گرانی موجبش اینا هستند، همین سفته بازان هستند. اما این پول که خارج شده باید بره جای دیگه. یکی از جایی که باید بره بازار ارز و بازار طلاست، نرفته. برای که قیمت دلار همچنان تغییر نکرده، امروز 24000 تومان بوده، قیمت یورو هم 28900 تومان و قیمت هر سکه طلا در کف بازار 10,655,000 تومان بوده، چندان با روزهای دیگر تغییر نکرده. کلن در چند هفته اخیر یا یکی دو ماه اخیر ارز و سکه یا طلا در یک رده خاصی ایستاده، اندکی پایین میره و اندکی بالا میره. کارت بانکی بریل هم برای نابینایان صادر شده که این هم خبر خوبی است. و خبر دیگه این که ما اعلام کرده بودیم برگ سبز صادر شده از سوی ناجا برای سند مالکیت خودرو مورد تایید هست و دیگر احتیاجی به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست. و اکنون خبر رسیده که اختیاری است، هر که خواسته
میره ثبت میکنه، اگر نخواسته ثبت نمیکنه، همون برگ سبز کافیست. دفاتر اسناد رسمی مشتریان زیادی را از دست میدن و درآمد زیادی را از دست دادن با این اقدام. قطع برق، نمیدونستیم که 70% تولید ماهی قزلالا رو کاهش داده و کلن در دو هفته اخیر، اینطوری که سرپرست پرورش ماهی قزلالا آقای محمدی گفته، روزی 10,000 بچه ماهی و ماهی بالغ جان خودشون رو از دست دادن، از بین رفتن، چون بدایت هرچه آید بد شود. حالا اینا گران بوده، با از بین رفتن اونها گرانتر هم می شود. و اما خبر خوب دیگری هم داریم که خانم روزیتا علیپور، علارغم این که کارتکاهای ایرانی نتوانستند در مسابقات پاریس سهمیه‌ای کسب کنند، اما روزیتا از طریق وایلد کارت سهمیه المپیک رو گرفت. کار خوبی است، به روزیتا باید تبریک بگیم به خاطر این موضوع. همونطوری که گفتیم قیمت ماهی به اون علت گران شده، اما در مدت اخیر، همین روزای اخیر، اصلا در ماهای اخیر، گوشت قرمز هم نسبت به سال قبل بیش از 50% یا حدود 50% افزایش کرده، پیدا کرده و حتی از 150,000 تومان هر کیلو گذشته و به کیلوی 154,000 تومان رسیده. و در منطقه هم واشنگتن پست گزارش داده که ملک عبدالله دوم اولین رهبر عربی است که به کاخ سفید میره، گویا اواخر ژوئنه همین ماه جاری به واشنگتن میره. این اولین سفر یک رهبر کشور عربی است پس از روی کار آمدن بایدن. اما رای دادن و رای ندادن هم مسئله روز هست. ایده میگن رای نمیدهیم، ایده میگوین رای ندهید، ایده هم میگوین شرکت نمیکنیم، ایده هم میگوین شرکت میکنیم، رای میدهیم. خلاصه حرفای مختلف و متفاوتی از این اون میشنویم، خصوصا از فعالان اقتصادی. آقای عبدالله ناصری تحت عنوانی که چرا رای نمیدهم یادداشت نوشته، در این یادداشت نوشته که نظام جدید خلافت فقاهت از رای مردم بی‌نیاز شده، لذا هیچ توجیه منطقی برای همراهی با فعل بیهوده را ندارم. خلاصه کرده این آقا برای رأی ندادن خودش. اما آقای مهدی شیرزاد، دانش‌آموخته جامعه شناسی و فعال سیاسی اصلاح طلب، در یادداشتی نوشته حکایت ما حکایت کسی است که پایش را لای دری گذاشته تا بسته نشود. میتونید تصویر بکنید این موضوع رو. برای اینکه هوا بیاید، روزنه‌ای برای آزادی باشد، راه نفسی برای مردم بماند، بویی از عقلانیت به مشام برسد. پار رای در میذارد به گفته آقای شیرزاد که این اتفاقات بیفته. ایشون ادامه میده پای من له شده، خرد شده، کارد به استخوان رسیده، تحقیرمان کردند، محدودمان کردند، آرمان و عمر و جوانیمان را برباد دادند، این امیدمان را کشتند. نویسنده یا گوینده بعد اضافه میکنه، نویسنده یادداشت، که مسنترها خسته ترند، حق هم دارند، بسیار بیش از ما لای در ماندند، میخواهند رها شوند، خیلی کاری هم به بعدش ندارند، فقط میخواهند پایشان را از لای در بردارند، اما حاضر نیستند کسی جایشان را بگیرد. میگویند یا خودم هستم یا اگر قرار است من نباشم همان بهتر که در بسته باشد. نویسنده آقای مهدی شیرزاد در قسمت دیگری اشاره میکنه که خواست اقتدارگرایان بستن در و از میدان بدر کردن هر عنصر نامطلوب مزاحم است. و در پایان اشاره بکنم به یادداشت آقای مجتبی نجفی که به پیام انتخاباتی میرحسین موسوی اشاره کرد و نوشت بیانیه موسوی تنها یک اعلام نظر انتخاباتی نیست،
درخواست غیرعلنی از همه شهروندان برای تقویت شبکه‌های اجتماعی غیررسمی، ارتقای بحث‌های عمومی، حضور فعال در اجتماع، نقد مستمر فساد و باز تولید ارزش‌های اصیل در زندگی فردی اجتماعی و سیاسی است. اینکه باید در برابر کودتای حاکمیت در همه ابعاد و شئون زندگی و حیات ایرانی بایستیم.